بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب نازل براي غير الله شرك است. دليل أول ودوم، يكم فرمودي الله تعالى كفرمود و نازل وفا مكنان. دوم الله تعالى فرمود و هر چي اين فوقني يا نازل كني پس البته الله می داند. مناسبت این دو آیت برای باب این است که نظر از سبب هایی است که به سبب آن نیکوکاران داخل جنت می شوند و نظر عبادت است. پس تقاضا می کند که صرف آن برای غیر الله شرک است و اینچنین تعلیق چیز به علم الله تعالی و بر آن جزا دادن است. دلیل سوم و در صحیح از عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی نظر کند که الله را اطاعت میکند پس اطاعت کند و کسی نظر کند که الله را بی فرمانی میکند پس او را بی فرمانی نکند. فرق بین نظر اطاعت و معصیت و برای غیر الله. یکم نظر اطاعت برای الله، مانند به الله قسم خوردن، قسم می شود در اون وفا یا کفارت است و با اون وفا واجب می شود. دوم نظر معصیت برای الله، مانند به الله قسم خوردن، قسم می شود در اون وفا یا کفارت است و با اون وفا کردن حرام است. نظر برای غیر الله، مانند به غیر الله قسم خوردن، قسم نمی شود و در اون توبه است و اون شرکی اکبر است. مسئله ها: یکم به نظر وفا کردن واجب است، تنها نظر اطاعت هرگاه برای الله باشد. دوم، هرگاه ثابت شود که برای الله عبادت است پس انجام دادنش برای غیر الله شرک است. سوم، نظر معصیت را وفا کردنش جایز نمی باشد و بر آن کفارتی قسم است. ملاحظه: حکم های نظر و قسم با هم نزدیکند و برای آن فقیهان در بین این دو در باب سوگندها و نظرها جمع آورده اند. اکنون باب به غیر الله پناه بردن در چیزی که تنها الله قدرت دارد شرک است. دلیل اول و فرموده الله تعالی که فرمود و اینکه مردان از انس و مردان از جن پناه می بردند پس بر سرکشی آنان جنیان افزودند. الله فرمود که پناه ببرند، یعنی التجا میکنند. پس معنای ایاز پناه بردن از آن چیزی است که ترسیده می شود و لیاز در آن چیزی است که امید کرده می شود. و الله تعالی فرمود پس بر سرکشی آنان جنیان افزودند. زور، ترس و خوف در دلها است و رعق، بیم، ترس در بدنها است و به غیر الله پناه بردن پناه برنده را فایده نمی دهد، بلکه ترس را زیاد میکند و آن شرک اکبر است. پس به ضد قصدش عقاب کرده شد. دلیل دوم از خوله بنت حکیم رضی الله عنه روایت است که او گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می فرمودند کسی در مکان فرود آمده بود و کلمه های فروی الله از بدی آن چیزی که آفریده است پناه می برند، او را هیچ چیز ضرر نمی رساند تا از آنجا رحلت نماید. حدیث با روایت امام مسلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که در این حدیث مکانی، یعنی شامل مکانی می شود که بر طریق دائمی زندگی کردن فرود آمده است یا ناگهان فرود آمده است، مانند کشتی مثلا. و اینچنین فرمودند پناه می برم، یعنی التجا و پناه می برم به کلمه های الله، کلمه های کونی و شرعی. فرمودند که تومات یعنی پر، یعنی در اخبار صادق است و هم در احکام عدل است. از بدی اون چیزی که آفریده است، یعنی شر از سوی الله نسبت داده نمی شود، یعنی شر به سوی الله تعالی نسبت داده نمی شود، زیرا او شر را برای حکمت آفریده است. اقسام مخلوقات: یکم خیر محض است مثل جنت و رسولان و ملائکه. دوم شر محض است مثل آتش و ابلیس به اعتبار ذاتشان، اما به اعتبار حکمت آفریدن آنها از خیر است. سوم در آن خیر و شر است مثل
nefsi insan ve cin ve hayvan. Ve farz edin ki onu hiçbir zarar nemerasonat. Yani haber az ki imkan nedarad ki haber dada şuda aş neşavad. Zira on sukhani peygamberi sadıkı tasdik şuda az. Lekin agar neşavad, pas on be khatiri mani'a az. Ne berai kutahi sebab ya neşudani haber. مانند قرائت سوره فاتحه به بیمار و بیمار شفا است و بعضی مردم میخواند و بیمار شفا نمییابد. مسئله های این موضوع یکم تفسیر آیت سوره جن که الله تعالی فرمود و اینکه مردان از انس و مردان از جن پناه می بردند پس بر سرکشی آنان جنیان افسد. دوم به غیر الله پناه بردن شرک است، شرک اکبر است. یعنی پناه بردن به غیر الله تعالی در کاری که جز الله کسی قدرت ندارد. سوم، دلیل آوردن بر این مسئله و این حدیث، زیرا عالمان بر این حدیث دلیل می آورند بر اینکه کلمه الله مخلوق نیست. گفتم زیرا پناه بردن به مخلوق در کاری که قدرت ندارد شرک است. در مانند این امر شرک اکبر است و اگر مخلوق می بود پیامبر صلی الله علیه و سلم به پناه بردن به آن را راهنمایی نمی کرد. چهارم، فضیلت این دعا بر وجود کوتاه بودنش، چیزی که به تو ضرر نمی رساند مادامی که در آن منزل هستی. پنجم، از چیزی که فایده دنیوی به دست می آید، یعنی بدی را باز می دارد یا فایده را جلب می کند، بر این دلالت نمی کند که شرک نمی باشد. پس از حاصل شدن فایده نفی شدن شرک لازم نمی آید. فایده های دیگر، در حدیث آمده است که شریعت امر از امرهای جاهلیت را بیکار نمی کند، مگر ذکر می کند اون چیزی را که از آن بهتر است. از جمله اینها در جاهلیت به جن پناه می بردند، پس شعر آن را به این کلمه ها تبدیل داد و این طریق سالم است که شایسته است که دعایی بر آن عمل نماید که هرگاه باب شر را بر مردم بست برای واجب است که برای آنان در خیر شود و برای این در قرآن سنت مثال ها